سلام دوستان، بابک امینی هستم. خوشحالم که اولین کلاسمون رو در قسمت بیسیکس در خدمتتون هستم. این قسمت در مورد بیسیکس، همون قسمت که چیزای اولیه هستش که باید بدونید، مواردی که اولین لحظه که گیتار رو میخواین بردارین و شروع به آموزش بکنید باید اینا رو بدونید. من خیلی مختصر میگم. البته روشی که کلن توی این ویدیو ها شما میبینید این روشی هستش که من دنبال میکنم. ممکنه که اساتید دیگه ای باشن که روش های دیگه ای دنبال بکنن. با کمال احترام به تمام روش هایی که کل میوزیشن ها و هنرمند ها در کل دنیا استفاده میکنن، ولی این روش هایی که من خدمتتون عرض میکنم این چیزهایی هستش، فرمی هستش و استایلی هستش که کار کرده و عمدتاً من از نوازندگی مدرن و پیشرفته‌ای که الان داره استفاده میشه اینها رو بهره گرفتم و میخواستم که با شما تقسیم کنم، در میون بذارم این اطلاعاتو. اولین مرحله که میخواین گیتار دستتون بگیرین که خیلی 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 مهم هستش، این که گیتار کاملا صاف باشه. روش قدیمی یا مثلا حتی روش کلاسیک جوری بود که به این صورت بین پاشون قرار میدادن، ولی حالا من ایرادای اونو میگم خدمتتون. ولی گیتاری که به هر حال من استفاده میکنم، فرمی که من به جوری اعتقاد دارم که کارهایی که کردم تا الان شما شنیدین با این فرم بوده، گیتار صاف قرار میگیره و حتما از بدنتون و پای راستتون که حتما باید بالاتر قرار بگیره، حالا یا پاتون رو روی پاتون میندازین یا به این صورت باستر مثل فرم کاملا ترادیشنال فلامنکو. البته اینم ترادیشنال نیست الان نسبتا، یعنی نوازندهای مثل پاکو لوسیانو و ویسنت آمیگو استفاده کردن و خیلی از نوازندهای مدرن فلامنکو. قدیم تو فلامنکو به این صورت هم میذاشتن که کل بدنشون شامل پشت گیتار رو میگرفت و برای صدا پروجکشن بهتری داشت و پرتاب بهتری داشت صدا، ولی به این صورت برای نوازندگی و سرعت و نوازندگی مدرن مخصوصا کلاسیک و فلامنکو بیشتر و حتی جاز، که حتی خیلی از نوازندهای جاز هم به همین صورت میگیرن، جازی که یه مقدار سرعتاشون بالا باشه، مثل کارهایی که جان مکلافلین یا الدیمیلا انجام میدن. گیتار صاف هستش، اصلا به این صورت به سمت بالا نیستش یا به سمت پایین. چیزی که خیلی مهمه اینه که از سمت سینه‌تون و پای راستتون که بالاتر قرار میگیره، حالا میتونید از فوت استول یا پدال استفاده بکنید یا پاتون رو بندازین رو پاتون، و دست راستتون خیلی مهمه که ساعدتون روی این قسمت گیتار قرار بگیره و یک ساپورتی، یک مثلث مانند گیتار رو بگیره و جوری که دست چپتون وقتی این والو نباشه و درگیر گیتار زدن نباشه این دقیقا ثابت بمونه روی بدنتون و هیچ تکونی نخوره و وزن شونتون رو به طور مناسب روی گیتار باید حامل بکنید و دستتون، دست راستتون، شستتون کاملا جلوتر قرار بگیره و اینا به حالت قلاب شکل و یه زاویه 90 درجه. این خیلی خیلی مهم هستش. و همچنین دست چپ فرمی که به هر حال تو قبلا تو کلاسیک به هر حال اجرا می‌شده به این صورت، حالتی که انگاری که یه سیب و جلوی صورتت گرفتی، که این خیلی خوبه برای اینکه اجازه میده اینجا استرچ بشه، ولی پایین دست رو به این صورت مساوی و باز نگه داشتن و نمیذاشتن که این قسمت پایین گیتار نزدیک بشه، دستتون به گیتار نزدیک بشه. ولی من معتقدم به خاطر اینکه نوت ها جای ثابت قرار بگیرن و شما ریسک کمتری داشته باشین، این نقطه دست نزدیک و با تماس خیلی کم نزدیک به گیتار باشه، آخرین بنده انگشتتون، انگشت یکتون نزدیک به آخرین جایی که میبینید، اولین جایی که میبینید از فینگربورد، از دست گیتار تماسش به دستتون و این قسمت باز. و
پوزیشن های مختلف و نوت های مختلف رو با انگشتتون جابجا بکنید بگیرید، نه با دستتون. دستتون بالا پایین نشه، چون همینطور که حالا بعد تو فرم های قبلی این پایین دست بازه، شما دائما ببخشید دائما دستتون در حال جابجا شدن هستش و این پوزیشن ها و موقعیت های گیتار هیچ وقت ثابت نخواهد بود وقتی شما دستتون دائما تکون بخوره. ولی وقتی که دستتون ثابت باشه، انگشت ماسل مموری داره و میتونید آموزش بدین بهش، مثل هر ورزشی که هر تکنیکی رو بدنتون یاد میگیره برای پرفورمنس و برای اجرا. این هم همچنین اگر که جاش همیشه ثابت باشه، به راحتی یاد میگیره که با چه مقدار جابجایی و با چه تغییری بتونه چه مسیر رو طی بکنه و اون نوت مورد نظر شما رو بگیره. در اصل من دست چپ فقط این نقطه دستم و این نقطه دستم تماس داره و به راحتی میتونه جابجا بشه. هیچ وقت این قسمت دستت مچتون رو نچسبونید به گیتار. و یک مسئله دیگه که خواهشن مواظب باشین، وقتی که گیتار خیلی سرش بالا باشه، تمام اسکیلا و گامایی که از بالا به پایین میزنید به خاطر جاذبه از بالا به پایین راحت تره، ولی از پایین به بالا اومدن به خاطر عکس جاذبه سخت تره. برای همین گیتار صاف میگیریم که بتونیم به راحتی چه از بالا به پایین چه از پایین به بالا و با یک فشار یک فرم جابجا بشیم و سرعت و به هر حال این فرم سرعت بالاتری رو میاره برای دستتون. و مسئله دیگه در مورد دست راستتون میخواستم رعایت بکنید که این نقطه مچتون به بدن گیتار نزدیک نشه و همچنین خیلی هم به بیرون نباشه، تقریبا صاف باشه، یک مقدار مایل به بیرون باشه و سعی بکنید که کاملا شستتون رو به سمت جلو بیارین و اینا رو از داخل، یعنی انگشتا هم که دست راستتون هست P-I-M-A-X، انگشت شستتون که P هستش به ترتیب ایندکس میشه I، انگشت میدل میشه M، A و X، که انگشت شستتون رو معمولا تو فرمی که من اجرا میکنم که اول فلامنکو هم هستش، فلامنکو مادر، من بیشتر رست استروک استفاده میکنم، یعنی هر ضربه ای رو که میزنم میشینه رو سیم پایین، مگر اینکه جای نشستن نداشته باشه که مجبورم پرتش بکنم. ولی پایینی ها اگر که تیراندو به صورت از داخل به بیرون، یا بهش میگیم اینجا فری استروک، یعنی از داخل به بیرون و رست نمی کنه، تکیه نمیده به جایی، یا تیراندو گفته میشه از داخل به بیرون، اینا رو سعی بکنید رعایت بکنید، فعلا نزنید چیزی تا اینکه گیتار درست تو بدنتون قرار بگیره و نگه داشتن گیتار رو یاد بگیرید و بعد میتونید اضافه بکنید بهش. این فعلا به نظر من چیزهای اولیه هستش که برای نگه داشتن گیتاره. امیدوارم براتون مفید باشه. در قسمت بعدی، مخصوصا قسمت بیسیک، در مورد نوتای سردسته و نحوه نواختن اونها در خدمتتون هستم. ممنون از اسپانسر این کلاس ما که دوست عزیزم آقای رضا اسماعیلی هستش که در بخش مورگیج یا وام مسکن بسیار متخصص هستند و ممنون از این ساپورتتون که باعث شدین این کلاس به طور رایگان در خدمت تمام بچه هایی که دوستدار گیتار هستن قرار بگیره. ممنون، تا برنامه بعدی.